همزمان با ده‌ها شهر در سراسر ایران، ایرانیان بریتانیا هم روز یک شنبه در لندن گرد هم اومدن. ویژگی مراسم امروز حضور ایرانیان از سراسر بریتانیا بود، از شهرهای مختلف که به اینجا اومده بودند و بزرگترین راهپیمایی سالهای اخیر رو رقم زدن. این راهپیمایی هزاران نفری از ماربل آرچ شروع شد در مرکز لندن و به سمت میدان ترافلگار اومد. میدان ترافلگار یعنی این جایی که ما هستیم. مراسمی برگزار شد با حضور چهره‌های مختلف، از امید جلیلی گرفته تا نماینده‌های پارلمان بریتانیا که در اینجا در حمایت از مردم ایران چند نفر سخنرانی کردند. و نقطه مشترک اکثر این سخنرانی‌ها همچنان فشار بر دولت بریتانیا بود که هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو اونجوری که گفته داره بررسی میکنه در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بده و هم فشار جدیتری به حکومت ایران بیاره. تقریبا تمام چهره‌های سرشناس ایرانی مقیم بریتانیا رو امروز میشد دید، از امید جلیلی گرفته تا هادی خرسندی، شیرین عبادی، نازنین زاغری، تقریبا میشه گفت همه بودند و این همایش بی‌نظیر رو در لندن رقم زدند. گروه‌های مختلف از شهرهای مختلف بریتانیا آمده بودند و در کنار همدیگه این راهپیمایی هزاران نفری رو تشکیل دادند. گروه‌های مختلف در این حال برنامه‌هایی هم داشتند، مثلا ایرانیان مقیم لندن مثل هفته‌های گذشته که گزارش کردیم با پرفورمنس تلاش کردند که دوباره و برای بار چندم میشه گفت در این صد و چند روز اخیر مردم بریتانیا رو، غیر ایرانی ها رو مخاطب قرار بدن. چرا که همونطوری که خیلی از نماینده های پارلمان که امروز اینجا سخنرانی کردن، توجیه افکار عمومی در بریتانیا فشار مضاعفی به دولت مردان این کشور برای برخورد جدیتر با حکومت ایران وارد میکنه. پرفورمنسی که داشتیم روی تمرکز داشتیم روی مسئله اعدام، اعدامی که داره انجام میشه. یه سری بچه ها چوب دار بالا سرشون داشتن و در واقع با بالهای کبوتر که پشت سرشون داشتیم میشون میدادیم که این آدمهای بیگناهی هستن که دارن اعدام میشن و همچنین تعداد زیادی هم همچنان در صف اعدام هستن. خواستیم به مردم انگلیس نشون بدیم که این افراد نیاز دارن که شماها صداشون باشی تا جمهوری اسلامی فشار بیاریم که اینو استاپ کنه، اینو توقف بکنه و ما دیگه این نبینیم که جوانان بیگناهمون قبلا که تو خیابون میکشتن، حالا گرفتنشون، بردنشون، اعدامشون میکنن. و این مسئله رو داشتیم اینو به نمایش میذاشتیم که اینها آدمای نیستن که جرمی کرده باشن، آدمای واقعا بیگناهن که فقط به خاطر داشتن یک زندگی نرمال دارن اعدام میشن و تلاش کردیم که اینو به نمایش بکشیم. روز یکشنبه در لندن باران سیلاسا هم نتونست مانع حضور ایرانیان در کنار همدیگه بشه. صحنه هایی که حداقل برای کسانی که در 10-20 سال اخیر اومدن به این کشور اتفاقی بی‌نظیر بود.